مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از دستگاه‌های حکومتی عراق خواست ویزای زیارت اربعین حسینی را برای زائران عرب و غیر عرب لغو کنند. به گزارش شیویوز، این مؤسسه با ارسال نامه‌ای برای رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر امور خارجه و ریاست پارلمان عراق اینگونه نوشته است: در راستای اصول و مبانی انسانی که ملت‌ها از زندگانی امام حسین علیه السلام الگو برداری می‌کنند و نیز موهبت خداوندی در قرار دادن عتبات عالیات و حضور زائران حسینی پس از سال 2003 میلادی در کشور عراق، جهان شاهد سخاوت و مهمان نوازی حسینی عراقی هاست که با جان و دل در استقبال از زائران میلیونی اربعین حسینی انواع خدمات را به آنان ارائه می کنند. این نامه افزود: در این راستا مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی مدظله خطاب به حکومت‌ها و مسئولین دولتی می‌فرمایند شما باید در تسهیل برپایی بزرگترین تجمع بشری در ایام زیارتی اربعین حسینی نقشی به سزا داشته باشید. معظم الله افزودند مسئولین حکومتی وظیفه دارند در تعظیم مناسبت زیارتی اربعین حسینی امام حسین علیه السلام به بهترین شکل ممکن خدمات، امکانات و تسهیلات لازم و ضروری را برای زائران فراهم کنند و امیدوارم روزی برسد که همه حکومت‌ها با لغو هزینه‌های تحمیلی اعم از ویزا و غیره برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام سعادت این کار بزرگ را نصیب خود کنند. در ادامه این نامه آمده است: از شما درخواست داریم که از امسال روادید و هزینه‌های پیرامونی برای زائران عرب و غیر عرب را در ایام زیارتی اربعین حسینی لغو کنید، چرا که برخی از کشورهای مسلمان به سختی از بحران‌های اقتصادی رنج می‌برند. در این نامه همچنین از حکومت عراق درخواست شده که صدور ویزا به صورت انفرادی برای تمام زائران از ملیت‌های مختلف را ممکن سازد. این نامه می‌افزاید برخی حکومت‌ها در ایام حج، مناسبت‌های دینی و حتی رقابت‌های ورزشی بزرگ برای زائران و مردم تسهیلاتی ویژه در نظر می‌گیرند و شما نیز می‌توانید با لغو ویزا در تسهیل و آسانسازی ورود زائران به کشور عراق نقشی به سزا ایفا نمایید، مضاف بر اینکه این اقدام می‌تواند چرخه‌های اقتصاد عراق را بیش از پیش به حرکت درآورد و شغل‌های فراوان ایجاد کند. گفتنی است در برخی رخدادهای بین المللی کشورهای میزبان هزینه روادید دیگر کشورها را لغو و تسهیلاتی مناسب برای استقبال از مسافران ارائه می کنند.